خب بینندگان از ارجمند، دوباره خوش آمدید میگم به همه شما عزیزان در بخش دوم برنامه. موضوع اصلی برنامه ما که مرتبط با موضوعات صحی و سلامتی است که هر هفته برای شما عزیزان تقدیم میکنیم در رابطه با سینوزید است که مال هستیم بیشتر در رابطه با این موضوع برای شما عزیزان صحبت های داشته باشیم. مهمان گرامی ما دکتر سید مرید آرزو هستند. ایشان متخصص گوش و گلو و بینی هستند و در کنار ما هستن تا اینکه بیشتر در رابطه با بیماری سینوزیت صحبت هایی داشته باشیم. دکتر صاحب سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر. سلام بر شما، شما هم خوش آمدید، زنده باشین. تشکر. به نام خداوند یکتا و یگانه. سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز. دکتر مرید آرزو هستم، متخصص گوش کلون و در خدمت شما. خیلی خوش آمدید، ما خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. ان شاء الله که بتونیم معلومات جامعی را برای بینندگان عزیز خود در رابطه با بیماری داشته باشیم. همه ساله با آغاز فصل سرما و او بادهای خزانی که وجود داره، خیلی از افراد در ناحیه دو طرف دماغ، در واقع یعنی یک قسمت خاصی از صورت که سینوس هاستن، ناراحتی هایی را احساس میکنن و تکلیفی برایشان به وجود میاد که فکر میکنن سردرد هست، اما جدای از سردردی های روزمره و روتین، سینوزیت هم یکی از او بیماری هایی است که مرتبط با سردردی هست و لازم هست که موارد در رابطه با این بیماری به عنوان معلومات برای بینندگان خود اشاره کنیم. سینوزیت چگونه یک بیماری هست؟ خب قبل از اینکه من یک تعریف داشته باشم از سینوزیت، ما میخوایم درباره سینوس ها که سینوس ها اول چی است یک معلومات به شما بدم. سینوس ها خالیگاه های هوایی هستند که در اسکلت وجه یا استخوان های روی ما شما قرار دارن که در دو طرف بینی هستند، مثلا در قسمت های بالای ابرو یا قسمت پیشونی ما شما، در تحت بینی یا در زیر بینی ما شما به شکل خانه زنبور قرار دارن و یک گروه خلفی اینها در قسمت خلف یا پشت قرار داره که به نام سینوس های اسفینوئید و حجرات اتموئید خلفی بیاد میکنن. بنان سینوزیت قسمت تعریف میکنیم که برات از التهاب غشای مخاطی یا غشای مخاطی یا پوشه که به اصطلاح ساینس ها و خود انف ما را داخلش سطر کرده التهاب از او است و در سه مرحله تصادف میکنه، یعنی در سه مرحله واقع میشه، در صورتی که به مدت سه هفته دوام میکنه. ای به شکل حاد گفته میشه، بله. یعنی از سه هفته اگر وقتی که زیادتر میشه، بین سه هفته و سه ماه قرار میگیره، به شکل تحت حاد تصادف میکنه و در صورتی که از سه ماه زیاد میشه به شکل مزمن میشه، یعنی دوامدار میشه. بنابراین تعریفش التهاب غشای مخاطی که ساینس ها را سطر کرده و میباشه. تشکر. پس فکر میکنم با تعریفی که شما از سینوس ها داشتین، همه افراد و حفره های خالی در قسمت صورت خود دارن. حالا بیماری سینوزیت هم بیماری هست که خیلی از افراد در یک فصل مشخصی داره اذیت میکنه. عواملی که منجر میشه افراد دچار سینوزیت شوند چه عواملی هستن و چه دلایلی هست؟ در قسمت از این که با کدام میکنه جمعی مرض پیدا میشه و کدام عوامل باعث میشه، ما میخوایم قبل از او بگوییم که این سینوس ها خالیگاه هستند که از خود وظایف مشخص خود دارن. مثلا در کمتون وظیفه ایر کاندیشنینگ داره، یعنی هوا را دوباره مرطوب میسازن، کمتون پاک میسازن، وظیفه ایر دارن که تنقیص را وزن رس باعث میشن چون خالیگاه هستند. بله. و نشونمای وجه را باعث میشن به شکل خالیگاه، یعنی پر نیستن، نشونمای بیشتر زودتر وجه صورت میگیره و در تنین صدا رول دارن، مثلا باعث میشه که شما آواز ما رساتر به نظر بیاد. بنان اینا با یک فوهه و یا یک نلکه، اگر به شکل عامیانه بگوییم یک نلکه که خرد با حفره بینی وصل هستن، هر کدام از اینا با یک حفره و یا نلکه خرد با بینی وصل هستن و اینا زمانی که در جریان روز، در جریان 24 ساعت افرازاتی که تولید میکنن، مثلا او افرازات باید به شکل نرمال و روتینش در 24 ساعت هر 20 دقیقه بعد باید تخلیه شوه به داخل انف و از طریق انف به پشت کام میره و از اون طریق ما شما به داخل میده، وقتی که لابدان خود به اصطلاح قرط میکنیم داخل میده میرن. بنان هر زمانی که عامل باعث شود که بندش در تخلیه افرازات در سینوس به وجود بیاید و یا همین نلکه‌هایی که وجود داره که اینا فوهیشان به داخل بینی باز میشه، بنان سبب میشه تا یک رکودت افرازات در داخل ساینس ها پیدا شود. حالی علتاش مختلف است که چی باعث میشه و چی باعث بندش همی نلکه و یا کانال های خود ساینس ها به داخل انف میشه. از جمله انتانات نام گرفته میتونیم. بعد از یک ریزش یا زکام معمولی، وقتی که انتانات وایرس مداخله میکنه،
باعث از این میشه که پوندیدگی یا آب گرفتگی در چون این نلکه ها بسیار زیاد خرد هستند، باعث پوندیدگی در موسا هاشا و بندش پیدا بکنه. بنان وقتی که بندش پیدا کرد، افرازات که در اوج روزانه تولید میشه و باید هر 20 دقیقه با تخلیه شوه، اینا تخلیه نمیشه و یک رکودت افرازات بوجود میه. وقتی که رکودت افرازات بوجود آمد، بنان از یک طرف اکسیژن هم برش کم میرسه و در ساحه انتانات مداخله میکنه، بنان باعث التهاب در ساحه میشه و باعث شکایت در نزد مریض میشه. بنان یکی از عواملش بود. بنان مثلا عوامل دیگه که باعث به شکل میخونیکی باعث بندش میتونه شود در قسمت حفره یا کانالی که باز میشه داخل انف، کجی های پرده بینی است. مثلا یک شخص هست به شکل ولاده یا بینی ضربه خورده، کجی داخل بینی وجود داره پیشش، این باعث میشه که حفره فوهیش بند شود. یا اگر عامیانه بگویم گوشت های بینی یا توربینیت یا قرینات ما برش میگیم، اونا خود از زخامایی بکنن، کلان بکنن، باز هم این فوهه بند میشه. در اطفال معمولا در پشت کامشون گوشت اضافه میباشه که رو به نام ادینویت یاد میکنن، معمولا در اطفال خود بزرگ میکنن و باعث میشه که نمی تخلیه فرازات به شکل نارمل صورت نگیره، باز هم رکودت فرازات صورت میگیره. و انتانات نواهی مجاور مثلا کسایی که بیشتر به امراض مثل تانسیلیت یا التهاب تانسل ها مواجه هستن یا در اطفال خصوصا ادینویت التهابی میشه، اینا انتانات نواهی مجاور هستند که میتونه دوباره به ساینس انتقال بکنن. کسانی که از الرژی شاکی هستند مثلا، بیشتر نظر از اونها در تحت غشای مخاطی که خود داخل ساینس ها را سطر کرده پوندیدگی یا آب گرفتگی پیدا میشه، بازم فوهی از این بند میشه، بازم یک رکودت باعث میشه، این حالت تجدید میکنه. از طرف دیگه وقتی که فوهه بند شد، انتانات مداخله میکنه و زمینه رو زیادتر و رشد انتانات مساعد میسازه. خب دکتر صاحب، خیلی از افراد در جامعه میبینیم به ویژه در فصل سرما که الان ما هم در آستانه فصل زمستان قرار داریم، که صورت خود در این فصل سرما کاملا میپوشانند و وقتی دلیل ازشون بپرسی، خب میگم من سینوزیت دارم و به خاطر این سوزش سرما و باد سردی که وجود دارم مجبور هستم که صورت خود گرمتر نگه دارم. چه رابطه میانه این سرماها و بادهایی هست و چقدر میتونه از سینوزیت ما را تشدید کنه به نظر شما؟ خب در کشوری که ما شما زندگی میکنیم، البته آب و هوا کم تو آلوده است، کم نه که بیشتر آلوده است و این خود باعث میشه و این آب و هوای آلوده با خود انتیجن مثلا داره، انواع اقسام میکروب ها را در خود داره. وقتی که ما شما تنفس میکنیم، این به حد زیاد است مثلا که تا حد گنجایش داره که بینی و خود انف را فیلتر بکنه، پاک بسازه، ولی مقدار زیادی که داخل هوا میباشه اینا را نمیتونه فیلتر بکنه. از یک طرف و از طرف دیگه باعث حساسیت میشه انتیجن هایی که داخل هوای است که ما تنفس میکنیم، این باعث حساسیت میشه و در نتیجه تورم در ساحه ایجاد میکنه، تخلیه فرازات درست صورت نمیگیره، بنان باعث سینوزیت میشه. و کسانی که در مثلا در جایی که دود خاک است اینا کار میکنن، بیشتر مواجه هستن به این مشکل، به این مرض. تشکر. و برای کودکان چقدر اتفاق میفته که دچار سینوزیت شوند؟ آها، قسمی قبلا یاد کردم، بر کودکان اکثرا در پشت کامشون گوشت اضافه پیدا میشه به نام ادینویت یاد میکنن و این افرازاتی که به شکل نرمال باید تخلیه شوه، او باعث میشه که تخلیه صورت نگیره، بنان باز هم یک رکودت ایجاد میشه. اطفال از طرف دیگر درست مواظبت نمیتونن، با خاک و گرد و اینا زیادتر مواجه هستن، مثلا زیاد احتیاط نمیکنن، مثلا دستای خود پاک بکنن، شاید دبینی خود دست بزنن. بنان اطفال زیادتر بیشتر مواجه هستن، ولی کاهلان هم به تناسب اونها مصاب میشن. بسیار خب، ممنون از شما، زنده و سلامت باشین دکتر صاحب. اجازه میخوام که میان برنامه کوتاهی داشته باشیم، ان شاء الله در بخش پایانی بیشتر در رابطه با سینوزیت صحبت داشته باشیم. دوستان عزیز ارجمند، دعوت میکنم که شاهد میان برنامه ای باشید. دوستان عزیز، خوش آمدین دوباره، ممنون که همراه ما هستید. در فرصت باقی مانده مایل هستم که بیشتر در رابطه با سینوزیت صحبت کنیم و افرادی که دچار سینوزیت هستن بنا به هر دلیلی چه راههای درمانی وجود داره برای که بتونن با این بیماری که گاهی اوقات منجر به بروز مشکلات فراوانی برای صحت و سلامتی ما میشن مبارزه ای داشته باشن. دکتر صاحب، ممنون از صحبت های شما. بفرمایید که چه راههای درمانی برای سینوزیت وجود داره؟ خب
خب در قدم اول اقدامات به خاطر پیشگیری مرض وجود داره، مثلا نگاه کردن شخص یا محافظه شخص از هوای آلوده. کسانی که حساسیت دارن مثلا میتونن حساسیت خود کنترل بکنن، اینو پیدا بکنن که مثلا با چی حساسیت دارن، نوع مواد غذایی است، گرد و خاک است، انواع انتانات و میکروب ها است، اینا باعث حساسیت میشن، اینا خود نگاه بکنن. مثلا این راه پیشگیریش است، مثلا استفاده از ماسک و در هوایی که به اصطلاح خشک است یا فصل تغییر میکنه، انف یا بینی زیادتر معرض به خشکیت میشه و این خشکیت زیادتر زمینه را مساعد به انتانات میسازه و سینوزیتا را زیادتر باعث میشه. بنان مرتوب نگه داشتن داخل انف با مواد ملجنت یا مواد که چرب باشه، مثلا روغن ناریال، روغن بادام و یا مسکت، بسیار یک چیز عادی است، میتونین پیدا بکنین. چرب نگه داشتن داخل بینی بسیار خوب است و محافظه میکنه، چون امیغش های مخاطی که به اصطلاح داخل انف و یا سینوس ها را سطر کرده، اینا باید مثل یک کمپر تر عمل میکنن. یعنی زمانی که تر نباشه باز میکروب آنتیجن به این نمیچسبه و وقتی که نچسبید بدون از اینکه فیلتر شود به سیستم تنفسی هم داخل میشه و حسایه هم که به اصطلاح مواجه میشه اونجا هم به التهاب مواجه میسازه. بنان این راه پیشگیریش هست که میتونن پیشگیری بکنن. و زمانی که مرض به وجود میاد ما تداوی دو رقم تداوی برش داریم، تداوی طبی است یا تداوی محافظوی است. در صورتی که در مراحل حاد قرار داشته باشه، تداوی محافظوی طبی خوب جواب میده، پیش دکتر صاحب معالج باید متخصص گوشگلون مراجعه شوه و در قسمت دواها برش دوا داده میشه، مثلا از گروه پنسیلین ها برش بر مریض دوا داده میشه، انواع ادویه ضد احتقان برش داده میشه به شکل موضوعی و سیستمیک و ادویه ضد درد داده میشه و کورس تداوی از این حدودا دو هفته است. یک مشکل جدی درمان قطعی است دکتر صاحب؟ بله، در مرحله ها درمان قطعی وجود داره، ولی به این معنی نیست که تکرر بعدی مرض جلوگیری بکنن، چون انواع منبع میکروب ها در بیرون وجود داره، مثلا تا که علتش برطرف نشه که پیشتر از کجی ها یاد کردیم یا با وجود آمدن پولیپ در بینی یاد درست. کردیم یا زخامه‌ای شدن خود قرائنات یا گوشت های اضافی که در بینی است، اگر اینا برداشته نشه بازم دوباره میتونه که پس دوباره نقص کنه پیدا شوه. بنان در قسمت تداویش من میخوام ذکر بکنم که بعض از هموطنان ما وقتی که تداوی رو میگیرن توقعشون این است که ما باید یک دو سه روز پس دوباره خوب شویم، در حالی که تداوی از این حد اقلش باید دو هفته تداوی بگیرن و پای هم پولی از این پریز بگیرن، مثلا از ترشی و تندی و مرچ پیاز خام گندنه، این چیزایی است که التهاب تجدید میکنه و همچنان از پیشگیری از هوای آلوده و اینا و استفاده از ماسک و مرطوب نگه داشتن بینی خیلی کمک کننده است. در فرصت باقی مانده که خیلی کوتاه، فرصت مانده کمتر از یک دقیقه، بفهمن که چه غذاهایی میتونه مفید باشه. کدام غذای به خاطر فایده بر به خاطر از این مرض وجود نداره، صرف غذاهایی که باعث میشه که التهاب از یاد بسازه از نو باید پرهیز بکنه. قسم قبلا یاد کردم استفاده از ترش مواد ترش و تند و تیز و مرچ و پیاز و خام و گندنه، اینی حالتا باعث التهاب از یاد میشه در این حالت. بنان مریض باید قطعا در پرهیز قرار داشته باشه و ادویه خود به شکل منظم بگیره. و ها یک چیز دیگر را میخوایم یاد بکنم که استفاده از قطره های موضوعی به خاطر صاف کردن بینی پیش بعضی از مردم رواج داره که اینا یک روز نه بلکه به چندین ماه و سال مریضا پیش ما مراجعه میکنه که استفاده میکنن، در حالی که قطره های دیکانجستانت یا قطره هایی که ضد احتقان هستن اینا از 4 روز الی 5 روز زیاد استفاده نمیشن. بله، بنان وقتی که از 4 روز الی 5 روز زیاد استفاده میکنن مریض خودش خبر نداره ولی احتیاط پیدا میکنه با این قطره ها. تا وقتی که از قطره استفاده میکنه خب برای یک ساعت معمولا انف یا بینیش باز میشه، ولی یک ساعت بعد دوچند بسته میشه، مجبور است دوباره باز استفاده بکنه قطره را یا اسپری های بینی را. بنان توصیه ما این است که استفاده به جای و یا متداوم دوا نباید صورت بگیره و پیش دکتر صاحب معالج یا متخصص مراجعه بکنن، اونا برشان توصیه بکنن و نظر به توصیه اونا پیش برن. خوب است. بله، اون چیزی که خیلی مهم است اینه که در چنین بیماری هایی بیشتر نظریات متخصصین عزیز دریافت کن تا اینکه بر روند درمانشان کمک کنه و همین که دوباره درگیر چنین بیماری هایی بله. در قسمت تداوی تیبیش هم گفتیم دوا برش داده می شود، در صورتی که دوا نتیجه نمی تواند شستشوی بینی است، مثلا ساینس ها شستشو می شن و از اختلاطاتش می تونن جلوگیری بکنن. زنده و سلامت باشین دکتر صاحب، تشکر از صحبت های شما. ظاهرا زمان ما به پایان رسیده و ناگزیر از حضور شما خداحافظی کنیم. موفق و معید باشین، خیلی خوش آمدید. تشکر از شما، تشکر از توجهتون.
خب دوستان از ارجمند به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله که مطلوب شما عزیزان واقع شده باشه. فردا جمعه است. انشالله که جمعه همراه با شادی و نشاد و سرور برای شما عزیزان باشه و تا روز دیگر و دیدار دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان هستم، همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.